خدیجه امین که چندی پیش از کابل به دبی سفر کرد میگوید با آنکه در یکی از آزمایشگاه های خصوصی آزمایش کرونا داده بود، اما مسئولان شرکت هوایی در میدان هوایی به او گفتند که به غیر از نتیجه آزمایش کرونا یا آزمایشگاه سیتی آزمایش دیگری مدار اعتبار نیست. وقتی که قرار نیست تمام شفاخانه مدار اعتبار باشه باید بگویند و یا که اون شفاخانه رو تمام شب بند کنند که شما اجازه ندارید که تست کرونا رو بگیرید. بر بنیاد این دستور رئیس جمهور، آزمایشگاه سیتی که وابسته به یکی از مشاوران اوست، آزمایش کرونای مسافرانی را انجام می‌دهد که از افغانستان به کشورهای عربی سفر می‌کنند. گاک می‌خواست که یک پارتنر یا لوکال پارتنر را در افغانستان برای خود پیدا کنه که ما در رنکینگ اول بودیم، با ما تماس گرفته شد. بعد از تماس ما رفتیم در بزوبه قرارداد ما با G42 عقد کردیم، نه با دولت افغانستان. بر بنیاد این سند، اداره میدان هوایی کابل نیز مسئولیت نظارت از آزمایش های کرونا مسافران را تنها به آزمایشگاه سیتی داده است. اداره محترم آنوردی بر ریاست میدان هدایت دادند که در قسمت آوردن تسهیلات برشان و فرام نمودن جای به خاطر فعالیتشان شما اجراءات داشته باشید. به هر جای دنیا به جز از امارات متحده عربی که سفر دارند، افراد میتونند از لابراتوارهایی که جواز کاری را از وزارت صحت عامه افغانستان داشته باشند تست خود از اوجا بگیرند و مراجعه کنند به میدان هوایی کابل و کدام مشکل روبرو نمیشند. اما برخی از نهادهای ناظر میپرسند که چرا هیچ گونه داوطلبی برای انتخاب آزمایشگاه سیتی صورت نگرفته است. آزمایشگاهی که باری هم از سوی وزارت صحت عامه به علت جعل کاری اخطاریه دریافت کرده بود. در قانون اساسی انحصار در تجارت نیست و مخصوصا در بخش صحت که اینا بدون از اینکه کدام لابراتوار پیشرفته را بیارن آمدن به اساس یک مکتوبی که از امارات از زوانواردیش آمدن پیشنهاد کرده به اداره امور و او را خواستن که انحصار شد. در نامه های اداره هوانوردی ملکی گفته شده است که این تصمیم پس از شکایت های امارات متحده عربی از شناسایی شمار بزرگی از مسافران آلوده به ویروس کرونا که از افغانستان رفته بودند گرفته شده است.